سلامونه ستړي مشه نن نن څرخ پرونه ته مخ راغلاس وایم د اسلامي امارت په لوړ پوړو چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې د سفر لنډمهاله معافیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سعودي عربستان ته د اسلامي امارت د څلور لوړ پوړو چارواکو سفر د لنډمهاله لپاره معاف کړی دی. دغه معافیت د دغه سازمان د 1933 کال د کنوانسیون له مخې شوی. له دې وړاندې قزاقستان په یوه پریکړه کې د اسلامي امارت چارواکي له خپل تور نوملړ څخه وایسرا همدراز عربي متحده امارتو هم د کورنیو چارو وزارت سرپرست د سفر بلنه ورکړې وه چې د امریکا له غبرګون سره مخ شوې وه. اوس پوښتنه دا ده چې دغه لنډمهالی معافیت به وغځېږي او که نه. آیا اسلامي امارت به وتوانېږي چې نړیواله ټولنه دې ته قانع کړي څو د دوی په چارواکو د سفر بندیزونه لغوه شي؟ په ننني څار کې راسپړو د بحث ګډونوال د په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو شانونکی ښاغلی عبدالصادق حمیزوی، د نړیوالو اړیکو شانونکی ښاغلی نعیم ماهر او همدارس د پوځي چارو شانونکی ښاغلی رحمت الله حسن د سکایپ له لارې سره مله دي. درنو مېلمنو تاسو ښه راغلاست وایم. حمیزوی صاحب، له تاسو به پیل کړو. په پیل کې تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایم. غواړم له تاسو وپوښتم چې د ملګرو ملتونو له لورې د اسلامي امارت په چارواکو باندې دغه لنډمهاله د سفر معافیت په څه معنا؟ آیا د دې امکان شته چې په راتلونکي کې دغه معافیت وغځېږي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان صاحب، زه هم خپل وار سره تاسو ته مبارکي وایم. تاسو د ډېر ډېر مبارک وي د درنو مېلمنو، د آریانا نیوز ټولو معززو کارکوونکو او زموږ لیدونکو ته دې مبارک وي، او په عموم کې ټولو مسلمانانو ته د دې قربانۍ اختر مبارکي وړاندې کوم. او خدای دې وکړي چې اختر په خوشحالۍ او په امن فضا کې ټول وطنوال ټول افغانان تیر کړي. او د تعصب خبره ده چې که څه هم یعنی دغه اختر کې باور وکړئ، یعنی مسلمان لکه موږ د یو بل سره هغه پیوند چې لرو انم المؤمنون اخوه، نو همداسې دا هره خوشحالي چې کوو حتماً د غزې هغه ماشومان او هغه د فلسطین مسلمانان هغه هم سترګو ته ودرېږي. یعنی ای وجدان او باور هم دا اجازه نه راکوي چې د دوی په دغسې خفګان کې موږ د خوشحالۍ نمایان هم وکړلی شو. خو بیا هم دوی ته دیم ډېر ډېر مبارک وي. انشاءالله امید مرب ته ده او لپه په دعایو چې انشاءالله دا د اسرائیلو د متجاوزګرو د دې جابرینو د ظلم نه نور د فلسطین مسلمانان خلاص شي. او خپل وطنوالو باندې غږ کوم چې د قربانۍ کمې غوښې چې یعنی خپله برخه سمه ده چې خپله برخه درېمه تاسو ته رسېږي، خو هغه یخچالو کې مه ساتئ، هغه تقسیم کوي هغه افغانانو ته چې ټول افغانان دا د اختر شپې د قربانۍ اختر شپو کې دوی ته هم غوښه ورورسېږي. او انشاءالله که څه هم زما ویلو ته به ضرورت هم پیدا نه شي، ټول افغانان دغه هغه لري چې کوي، خو بیا هم زمونږ یادوري بیا هم وایم چې راځه چې بیا مدد. عرفان صاحب، راغلم د هغه په مورد. نو د دوی معافیت غځېږي نه؟ بیا هم یعنی لکه د تیر کې چې معافیت پروت و چې کله ضرورت شو لري کوي به، نو دغسې ممنوعیت زه فکر کوم چې بېمعنا ده. ممنوعیت چندان هغه نه لري که نه، نو دلته به د معافیت کیسه به هلته ډېره وزنداره وي، مطرح به وي چې کله ممنوعیت وزندار وي. نو دلته ممنوعیت یعنی چندان وزن نه لرو نه یې لري، او ځکه چې یعنی داسې اړخ نشته ورته، یعنی داسې څه نه نه ده پیل شوی یا چاند شوی چې دغه کیسه د ممنوعیت د یعنی عدل نه د نړیوالو قوانینو د قضا نه چیرل یعنی هغه شوي وي چاند شوي وي، هغې نه بعد دغسې یو اقدام ترسره شوی وي. په سره سر کې اول نه دغه ممنوعیت ظلم و. شل کاله په افغانستان کې د تعرض جنگ نه و، بلکې د دفاع مشروع مبارزه وه چې په افغانستان کې کېدله. او یعنی که چیرې یعنی په نړیوالو قوانینو یا په نړیوال عدل او عدالتونو کې د ځان دفاع مشروعیت نه لري، زه فکر کوم چې د دوی قوانین ناسم دي. نو دلته مونږ په معافیت باندې ډېره توجه نه ده، زما په د ممنوعیت باندې ده چې ته ممنوعیت په څه وجه راوستی ده، ولې د ممنوعیت د څه خاطره؟ خو نړیواله ټولنه وایي چې اسلامي امارت هغه ژمنې چې موږ سره یې کړي دي د دوهې په تړون کې هغه نه دي عملي شوي، نو په دې خاطر ممنوعیت دی. تاسو زه نه زه راځئ دغه د دوهې تړون اول خو د دوهې تړون که څه هم دا په خپله د دوی یو دغسې یعنی د ټولو قوانینو نه اشکاره خلاف ورزي وه چې ته یو هیواد اشغال کوې، هم بیا هم همغه خپل واقعي مسؤلین و هغه خلک چې په تیر کې د یو دولت مسؤلین و حاکمان و هغه خلک بیرته راولې چې زه تا سره جوړم کوم زه سمه ده دغسې قرارداد. خو بیا هم په همغه هوکړه لیک کې
کوم موارد چې ذکر شوی دی هغه یو تاسو ماته وخی چې هغې نه اسلامي عمارت خلاف ورزي کړي وي، آیا د افغانستان خاوره د بل چا په خلاف استفاده شوې ده؟ دا نه تنه د امریکې سره بلکې دا د نړیوال نظم یعنی یوه ماده ده، هغه مونږ یعنی مکمله معنه باندې احترام ورته لرو. که شوی وي مهرباني دوه کیسې خو همغه چې په اشغالګرو به تر هغې پورې چې دوی وتلي نه وي یعنی یوه موده ورته وټاکل شوه چې دې پورې دوی مکمل په ووځي او مجاهدین به څه نه ورته وایي، مجاهدینو څه ورته ونه وي، هغې وخت سره په مکمله بشپړه معنا به ووځي. همغه د هغه کیسې پوره شوې پاتې شوې د دوی مسلې. نو عرفان صاحب، دوی دغه یعنی راغله دا د دوه بندونه خو په همغه وخت سره پوره شول، دوه مادې چې زه یعنی بین الافغاني مذاکرات خب بین الافغانی مذاکرات یعنی دلته چې کله تا څوک پرې نه خودو حتی چې هغه خپله سیوری دی وه بیا هم د جبر د مجبوریت تقاضا بیا هم د دې ملت د وینې د بندې د تویدو نه د مخنیوي لپاره ما بیا هم دغه هغه وکړله چې زه سمه ده زه بین الافغاني مذاکراتو ته به هم کېدم، خو هغه کسان خو هم تا پرې نه خودل، هغې ته خو د هلیکاپټر ودرولو. او بیا ته ولې یعنی ده پخپله د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه، دا یو کس چې هغه د خلکو نمایندګي نشي کولی، خلک یې نه مني، تصدیق او تثبیت د خلکو نه نه وي، ته په کوم عنوان په کوم معیار په کوم قانون باندې ته یې راولې، هغې نه مشر جوړوي، هغې نه جبهه جوړوي، هغې نه یو طرف جوړوي او بل طرف ورته پکې پیدا کوي؟ آیا دا ټوله خلاف ورزي تا کړې دي که اسلامي عمارت کوي که د دوهې هوکړې نه کوم څه وي؟ د ښځو تعلیم مسله ده، ښځو تعلیم بېخي ذکر نه ده. تاسو یادونه وکړله د ښځو د تعلیم مسلې پورې، نو په د دوهې په تړون کې دا ویل شوي چې بشري حقونه باید رعایت شي، او نړیواله ټولنه هم ډېر تاکید او ډېر فشار چې اوس په اسلامي عمارت راولي د بشري حقونو موضوع ده، چې په دې کې د ښځو د تعلیم مسله، د ښځو د کار مسله، د ښځو د پوهنتون د تګ د نجونو دغه مسله مطرح ده، او تر ډېره بریده هغه سازمانونه چې نړۍ کې د بشري حقونو مدافع سازمانونه ځانونه بولي، تاکید پر همدې دی چې باید د اسلامي عمارت پر چارواکو باندې ملګري ملتونه فشار وارد کړي. فکر نه کوي چې دغه مسله ډېره ناینحله پاتې ده تر اوسه پورې، او لامل یې هم همدا دی چې د اسلامي عمارت پر چارواکو باندې بندیزونه ولګول سي؟ نه، دا هیڅ نه وه. زه دا د دوی دومره کاشکې دوی دومره وجدان لرلی، کاشکې دغسې خلک وای والله په بله چې همدا اوس به مې همدې میز نه ویلی چې بالکل رښتیا هم دغه خلک همدومره غمخواره بشرپرسته دي، دا دومره انسان دوسته خلک دي؟ نه، دغه مطلق منافقین دي. بشر د حقوق بشر وای غزه کې څه شی روان دي؟ ښځې او ماشومان پوهنتونونه مکتبونه چیرته دي؟ هند ته دې هم حقوقي بشر ته یو ځل سترګې ور وغړوي، 2 میلیونه مسلمانان د هغوی پیغلې خورګانې د دې خلي د ایجاب لپاره د مکتبونو نه منع کېږي نه؟ څه ورته چې ایجاب به نه په سر وایي، که ایجاب په سر وایي نه شي راتللی، پاتې نه شولو. همدا اوس هلته مسلمان سره څه روان دي؟ په دې نورو هېوادونو کې څه روان دي؟ ښه، دا د دوی نیت درته ښیم. راغله زما په زه چې اوس خپله کیسه وکړم، اسلامي عمارت د کار د ښځو د کار، زه یو تجار یم وړوکی غوندې، زه چې کلم یعنی وزارت ته ځمه یعنی هغلته ځمه، هلته تقریبا ډیری چې یعنی نیم خو به داسې ډیره مبالغه شي، خو 70% ښځو هلته تجارتي جوازونه اخیستي دي چې دوی کار کوي په بامیانو کې، په مزار کې، په نورو ځایونو کې. دوی ته چې بایي او مشتری ښځه واوسیږي، داسې یو چاپیریال ورته جوړوي، پارک ورته جوړوي چې فقط فامیل ښځینه یعنی نارینه دي نه وي. او یعنی په وزارت صحتمه کې ښځه شته، وزارت داخله کې ښځه شته، د 12 نه پورته طبي انسټیټیوټونو ته راوغوښتل شول، یعنی خورګانې ورته راوغوښتل شوې، جلب و جذب شوې. د هغې ته که چیرې ته ماته وایې چې نه، ته د زما فرمایش، زما کلتور، زما د غوښتنې سره سم هغه څه وکړه چې زه غواړم، نو زه فکر کوم چې ته غلط یې. زه حق لرم، زه کلتور، باور، ورزش لرم. زما دولت تعطیل کړی ده، تعطیل دا منه چې یو مشکلات دي، نیمګړتیاوې دي، دا چې راپور کړم انشاءالله ورته کیږي به. زه د نن د 90% هغه خلک چې پالیسی میکنګ کې دخل نه دي، په رسمي صفوفو کې کار کوي، د هغوی ټوله رواداري، ټوله رایه د همدې لپاره ده. یعنی دا رایه داسې نه ده، دا رایه خدای ورکړې ده، حق یې ورکړی ده، او دوی وای خو
یعنی دا چاپیریال دا چې اوس زما ته یعنی بندیز ما باندې لګوي اقتصادي په هر طرف ته غواړي چې فشار او بیا هم راته وایي چې دغه چاره مو که دا زرم ترسره کړه زه فکر کوم چې دا بېرته راګرځتاس لنډه دمه لرو. د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. مایر صاحب، شما را خوش آمدید میگم و ضمنش بر شما عید تبریک میگم. میخوام از شما بپرسم که معافیت سفر مقامای امارت اسلامی به کشورهای مختلف از جمله عربستان سعودی به چی مفهوم بوده میتونه؟ آیا سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل در پی ای است که این معافیت دوامدار بسازه و این سرآغاز معافیت دائمیشان است یا خیر یا مسئله چیز دیگه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عرفان صاحب گرامی، به مهمانتان، مهمانتان و مردم افغانستان. ما همچنان ایده به مردم افغانستان به شما تبریک میگم. انشالله اید یک اید مبارک باشه که در دنیا صلح و آرامش بیاید، خصوصا به مردم بیچاره غزه بسیار زیاد مشکلات دارن و کشته میشن، شهید میشن. دیگر اولتر از همه افغانستان در یک منطقه، در یک جغرافیای قرار داره که اما میگن جیوپولیتیک، جیو استراتیجیک و جیو اکنومیکل لوکیشن، من میگم در یک چارا قرار داره و در اون چارا بعض وقت این منطقه از اهمیت بسزای برخوردار است و بعض وقت نه. در حال چون ما احساس میکنیم که تقابل شرق و غرب به حد هوج گرفته، من خودم احساس میکنم جایی که تا جایی که خبرها را میشنوم و اوضاع را میبینم، تقریبا اروپا در جنگ است، در جنگ با روسیه. در این موقعیت اگر در اروپا روسا پیشروی میکنن و یا جنگ دوام میکنه، افغانستان در منطقه جنوب شرق آسیا به حد زیاد مهم میشه، که فعلا به حد زیاد مهم است که غربیا میخواین اگر بتانن در آسیای میانه یک جبهه دیگر را جور کنن، یعنی کشورهای مشترک المنافع و یا کشورهای دفاع جمعی را بر ضد روسا یا از این طریق روسا را برشان یک جبهه جور شد. اینال در از کدام را یا باید برن؟ اونجا ایران است که نمیگذاره، طرف دیگام را نیست. یگانه را یک رای دوره که این موضوع شوه افغانستان است. و زمان که امریکایی از افغانستان برآمدن، در اون زمان اوقدر اهمیت نداشت و با طالبان امضا کردن معاهده صلح و به مو اساس طالبان آمدن حکومت گرفتن و اقتدار گرفتن. در اونمو خودش اتومات لست سیاهی که بر علیه بعضی مقامات طالبان گذاشته بود اونمو باید از بین میرفت که نرفت. دلیلش در چیست مایر صاحب؟ چرا از بین نرفت این لیست سیاهی که شما میگن با قرارداد دوحه باید این تفاهم نامه دوحه زمان که امضا شد این اتومات باید از بین میرفت، اما تا هنوز هم میبینیم که مقامای امارات اسلامی نمیتونن به گونه ای که باید به کشورها سفر کنن سفر کنن؟ طوری که گفتم اوضاع تغییر کرد. ببینین غرب و شرق، هر دوش اگر متوجه باشین، ما بسیار موضوعات کنفرانس اینا را در تلویزیون شما میبینم، تلویزیون تلو میبینم، فشارا از هر طرف بالای امارات اسلامی است که اینا را یارگیری کند و این به سببی است که امارات اسلامی یک نوع پالیسی را به نام سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور گرفت و در این جز که به هیچ طرف نیست و اینا فکر میکنن که باید به طرف شرق امارات تمایل پیدا کنه و
غربی ها فکر میکنن که باید به طرف غرب، مگر ایجا امارات اسلامی میبینه که شرق با یک پکیج یا یک دست بسیار پر نمیایه که جای امریکا را بگیره و هنوزم افغانستان یک نوع غرب بالای افغانستان تاثیرات خود داره، به خاطر که از یک طرف یک چیز را میگن به نام Foreign Exchange Reserve. خب Foreign Exchange Reserve او liquid asset یعنی سرمایه که تیز باید مصرف شوه او را گرفتن کمو نو بیلیون است، یا شما بیلیون ما بیلیون میگیم یعنی میلیارد، یعنی 9000 میلیون دلار است که در امریکا مانده بود، به خاطر از این مانده بود که در افغانستان ارز یعنی Foreign Exchange Reserve اویست که یک تجار یا یک سرمایه گذار میاید در افغانستان سرمایه گذاری میکنه، او سرمایهش باید سیکیور باشه، یعنی امن داشته باشه که یا همچنان سستینبل باشه که یعنی دوامدار باشه که از او سرمایه گذاری بهره ببره. در دنیای امروز سرمایه گذار نمیاید شمپوت سرمایه گذاری کنه، هر کس به نفع خود کار میکنه. ایره ما باید قبول کنیم، مردم افغانستان باید قبول کنه که هر کس به نفع خود کار میکنه. شما فکر میکنین جناب مهر صاحب که کشورها هم روی افغانستان سرمایه گذاری سیاسی میکنن به نفع خود؟ موضوع از او قرار نبود، من گفتم که Foreign Exchange Reserve یک نوع امنیت میته به سرمایه گذار، اگر اقتصاد کشور ضعیف میشه، کرنسی یا مو پول پایین میفته، اونجا کشور یک ریزرو داره، یعنی یک پول داره، یک سرمایه داره که از اونجا بتانه سرمایه گذاره توانش بته در قرار داده کنمور امریکا قید کرده. حالا هیچ سرمایه گذاران نمیایه که در افغانستان سرمایه گذاری کنه و این کشور ببره به یک اقتصاد زیربنایی. یک دوم دیگه چی کرده؟ در سویفت اجازه نمیتن، یعنی سانکشن زدن، تحریم زدن که تجار افغانستان یا سرمایه گذار نمیتونه با دلار در اینجا ترانزکشن یا معامله صورت بگیره. دیگه چی کرده؟ دیگه ای که افغانستان طالبان را به رسمیت نمیشناسه، کیجا طالبان نتونه منورای یا مانورای انجام بده در جایگاه یک حکومت، این در دستش است. و شرق وقتی که میایه که یارگیری کنه اونا کافی نیست، هنوز اونا ظهور نکردن من از یک خود در جهان، و افغانستان هم بسیار خسته است در طول 45 سال و من فکر میکنم امارت اسلامی نمیخواه که در اینجا در هر دو طرف در یک طرف یعنی جبهه بگیره، مگر یک موضوعی است که نمی توازن یک فرمولا داره که توازن چطور میتونیم برقرار بسازیم که مثلا نکس جمعوی مساوی شود مثلا بر 10 یا 0 یا به توازن. اینمی فرمولا مغلق است، ایره باید زعمای حکومت دیدگاه شما جناب مرسی با معذرت دیدگاه شما پیرامون سیاست متوازن خارجی امارات اسلامی چی است؟ شما گفتین که یک فرمول داره و این فرمول باید حل شود تا بتونه متوازنه که نیاز است باید نگه داشته شود. این فرمول باید ریاضیدان یعنی سیاستمدار زبده باید حل کنه که چطور بتانیم هم از شرق به نفع افغانستان استفاده بریم هم از غرب. مگر اینجا متاسفانه که بعضی مشکلات ها در ارتباط حکومت امارات از همه اولتر که معجه از او است که زنای افغانستان و دخترای افغانستان زنا به کار نمیتونه بره، یک نوع فرمالیتی دنیاست که باید در اینجا یک نقض حقوق جنسیتی صورت نگیره. ما هم دمی ایران هستم تا حال باور کنین ما بسیار بی‌طرف آدم هستم و همیشه به نفع افغانستان فکر میکنم. حتی خود امارت نمیگه
هیچ توجیه نداره که به مردم بگوید چرا دخترها مکتب نمیره. این در حال است، این در حال است که اینا میگن که در افغانستان یک حاکمیت مطلق داریم، یک صلح هم سراسری است، یک امنیت است، پس در این روز باید دخترها اجازه داده شود که مکتب بره با یک فکر آرام. ما شما باور کنین در زمان جمهوریت من بازی را میگفتم با دخترای خود نمیموندن از صنف 12 به بعد برم، میگفتم چرا نمیمونه، میگه بسیار زیاد مشکلات از خود تیجه نیستی، دخترها را آزار میتن، پشتشانه میگیرن، لچکی های دیگه میکنن. مگر امروز تو یک موضوع نیست و از همه همیشه در تلویزیون ها میبینم که میگن اجازه بتن. مگر من میگم این سوالم مجری تلویزیون باید بکنه، خصوصا از مبصرین اینجا، که دلیل پیدا کنیم که امارت چی مجبوریت داره که همین موضوع را با وجودی که بنفشان است در جامعه جهانی یک اصل عمده است که انجام بتن، چرا انجام نمیتن؟ یک معما را باید ما حل کنیم. و گفتنی های دیگه بعد از دارم. تشکر میکنم، با شما برمیگردیم جناب مایر صاحب. لنده دمالر د خبرونه دوام ته خراغ لست. حسن صاحب تاسو خراغ لست وایم، په بخری سره چې په تمه سوې او په پیل کې غواړم تاسو د اختر مبارکي هم درکم. غواړم له تاسو وپوښتم چې د اسلامي امارت متوازنه بهرنۍ سیاست په داسې شرایطو کې چې لکه څنګه چې مایر صاحب ویلې شرق او غرب بلاک غواړي په یو ډول اسلامي امارت باندې فشار وارد کړي، یو ډول غواړي له اسلامي امارت څخه سیاسي بهروري وکړي، په داسې حالت کې دغه متوازن سیاست ګټه رسولی سي او آیا کولی سي دغه وضعیت د اسلامي امارت چارواکو باندې د سفر معافیت وغځوي او که نه؟ سلام به شما هموطنان عزیز محترم، سلام مایر صاحب، احترامات و تقدیم میکنم. ببینید ایده اصلا قلب برای هموطنان خود، برای مهمانها، برای شما تبریک. امارات اسلامی در طی 3 سال حاکمیت خود سیاست خارجیش خیلی جدی سرش کار کرد، ولی دستاورد کنده ای در سیاست خارجیش داشته باشد نداشت. خاطر از اینکه در سیاست خارجیش یک آدمی بسیار ورزیده، یک سیاست مداری که در مسائل خارجی بسیار دقت داشته باشد، در طول مذاکرات اگر بیاد داشته باشیم در 10 سال 14 سالی که مذاکرات کردن، عباس قرنزی یک سیاست مدار بسیار برجسته، بسیار ماهیر، نقشی اساسی را به خاطر انتقال قدرت و شکست آمریکایی ها عباس قرنزی بسیار ماهرانه بازی کرد. بختانه در یه واخر در رقم او را در گوشه ماند و آقای متقی حالت های بسیار زیادی را انجام میدن، ولی مکتب سیاست، مکتب سیاست رابطه خارجی یک مکتب دیگه است، یک مهارت خاص کار داره، هر ملا این را نمیتونه. بنابراین در این نقطه خود امارات اسلامی نقطه ضعفش که یک برجسته آدم باید در سیاست خارجی خود در تعیین داشته باشد. دو، آیا اتحاد غرب و همسایه ها امارات اسلامی را از جدول گروپ‌های تروریستی بیرون میکنند، سفرهای از یا آزاد حرکت کردن نمیتواند یا نه؟ ببینید در طی 3 سال آمریکا و غرب، پاکستان با تمام تلاش کوشش کردند امارات اسلامی را در داخلش رخ نکنند. اول گروپ‌ها را در جانزی ایلا کردند، داعش ایلا کردند، تلاش کردن یک رخنه داخلی بر ازا ایجاد بکنند، اگر امکانات داشته باشد امارات اسلامی از هم بپاشد، قدرتشان از هم بپاشد. تا هنوز یا موفق نشدند امارات اسلامی در تمام افغانستان قدرت بلا منازعه است، حاکمیت خود را متهم کرد. علت و حقیقی که حاکمیت را پخش کرد از این است که امارات اسلامی پرسنل بسیار زیاد و
مولای صاحب ها، قاری صاحب ها، مولای ها یا علاقمندی خاص برای این رژیمی که یا ایجاد کردن، رژیم اسلامی ایجاد کردن، در این اصلا کار فعالیت همه جانبه بده. مسئله دیگه از این که آیا این حرکت های آخری که بردن وزیر داخله آقای حقانی برای دبی بعد از او در عربستان و سعودی این چی نوع نقشی را در تعیین توازن قدرت در داخل افغانستان بازی میکنند؟ ببینید غربی ها، آمریکایی ها، پاکستانی ها از توانمندی خود به خاطر مداخله داخل افغانستان بسیار ناامید شدند. حالا میخواهند بازی های اپراتیوی سیاسی استخباراتی را بکنند اگر امکانات داشته باشند. یعنی رابطه مستحکمی که بین امارات اسلامی وجود داره اینا برهم بزنن، به اون خاطر سفر حقانی را در دبی و عربستان سعودی بسیار تبلیغات کردن، بسیار گپ چاق کردن. اگر امکانات داشته باشه اساسیت ها را در قندهار ایجاد کنن، راست ملایبت ها ایجاد کنن و این مخالفت های بین از یا با وجود بیاد. یکی از سیاست های اساسی از این حرکت اختلاف انداختن از دیگه چیز نیست. بنابراین امارات اسلامی در این نقطه متوجه هست، بسیار دقیق سر از این مسائل کار میکنه. ملایبت الله با شورای علمای که در قندهار حاکمیت در افغانستان پیدا بسیار فعال است و هسته های قدرت هم دمیش است. دو وزیر صاحب هایی که در فعالیت میکنند اون نقش اساسی رو شورای علما در قندهار فیصله کن است. یک مثال ببینید در طی 3 سال در تمام مطبوعات و چی در داخل چی در خارج از حقوق حقی متقاعدین دفاع شد که باید حقوق از یاد داده شود. چی صاحب منصب چی ملکی 180,000 متقاعد حقوقش داده نشد. بالاخره امارات اسلامی امروز فردا کرد. بالاخره اونمو پولی را که برای متقاعدین میرفت حتی مسئله تقاعد از افغانستان حذف کرد. دیگر در افغانستان مسئله تقاعد وجود ندارد. یعنی حالا بدید که مکاتب دخترها را و کار کردن خانمها را امروز فردا در آینده یا شورای علما در قندهار نظر بر تفکر خودشان، اندیشه های خودشان یک فتوای خاص صادر بکنند که رفتن دخترها بر مکتب، کار کردن خانم ها بر مؤسسات اجازه نیست. یاد داشته باشین چند وقت بعد شاید اینمی به خاطر که ما متقاعدین ما بسیار دقیق مطالعه کردیم، سرش بسیار پروژه ها کار کردیم و حالا اینمی چیزم سر مسئله خانم ها عملی می شود. بنابراین فشارهایی که کشورهای غربی و همسایه هاست امارات میارن که بعضی خواسته های از وارا قبول کنند، امارات 1 میلیمتر هم عقب نشینی از خواسته های خود نکرده. بنابراین اما اسب خود پیش میتازن ولی کارهای بسیار درست دیرم در داخل افغانستان از حق انسان تیر نشه و انجام بده. ببینید چند مثال براتون میدم. تا امنیت نباشد قدر افغان از تمام دنیا سرازیر نمیشود. یوتیوبرهای افغانستان بسیار فعال است و یوتیوبرهای جهان هم در افغانستان آمده خیلی فعال است. ببینید بسیار افغان ها بسیار خارج ها در افغانستان میان و بسیار امنیت سیاحت میکنند، گشت و گذار میکنند، زندگی میکنند. این نتیجه چی است؟ این نتیجه است که در افغانستان امنیت است و دو رژیم قبلی، رژیم کرزی و رژیم غنی واقعا یک رژیم های دزد و دستن و قاچاقبر مواد مخدر همه چیز بود و جز منافع جیب خود از الف تا یایشان هیچ منافع ملت مردم افغانستان را در نظر نداشت. حالا امارت اسلامی گرچه اما گروه های باقی مانده در داخل ادارات دولتی از گروه های غنی و کرزی مانده با طالب ها را یک مقدارش فاسد رشوت خورد ساخته. گرچه ما بیانی آخری ملای بطلا آخون را دیرم او سر یک چیز بسیار تحکیت میکرد عدالت
در یک رژیمی که عدالت نباشه، در رژیمی که استفاده جویی باشه، اون رژیم تاب نمیره و از بین میره و نابود شدنی است. بنابراین ما برای رهبرای امارات اسلامی از اینجا یادآوری میکنم، توصیه برشان میکنم، شما اساسی کارتان، اگر شما تصور بکنید شما را کسی به رسمیت میشناسه، مثل ملل دیگر شما را در یک وزنی قوی قرار میده، این نیست. چند چیز است بیار نمیشه. اول توصیه من است که شما تا که میتونید عدالت را تامین کنید، عدالت خدا را در روی زمین تامین کنید، عدالت قرآن را در روی زمین تامین کنید، مردم بفهمند که ما در رژیم عادل سر و کار داریم. قشخوری، قومخوری، مذهبخوری نباشه. اگر عدالت تامین شد، رفاه اجتماعی هم با وجود میاد. بنابراین امارات اسلامی تصور و کارش تا میتونه وظیفه داخلی خود را انجام بده، سر مسائل خارجی از اون قدر فکر نکنه، دیگه همسایه ها کشورهای قدیمی مجال نمیکنه یار کسی یار بر اصلا بشناسه. من نکم حسن سپر ترگر سلام ندام علیکم. خبرونه دوام ته کړاله سمې ته سپ تاسو راګرزو ما یې صاحب هم یو پښتنه مطرح کړله د انجینر د تعلیم په تړاو چې باید وای دننه له او تحلیلګرانو چې په افغانستان کې باید وپوښتل شي چې څه مجبوریت کېدلی سي اسلامي عمارت ولري چې د انجینر تعلیم د تر عام رسانی پورې بند وي. او حسن صاحب هم اشاره درلودله هغه دا چې د متقدینو موضوع یې راواخیستله، د یو مثال په توګه یې وړاندې کړ، وایي ښایي داسې یو فرمان هم راسی د نجونو د تعلیم په تړاو چې یا مکمل بند دی او یا هم خلاص دی. نو غواړم له تاسو پوښتم څه وینئ تاسو اسلامي عمارت څه برنامه څه پالیسي ستاسو له نظره لري چې د نجونو د تعلیم مسله څه ډول باید حل سي؟ عرفان صاحب، دې نه مخکې چې دغه بورد دغه مجبوریتونو بورد ته ورشم، دغه بورد باندې به اول وغږېږم، هغه دا چې که چیرې دغه خلک د نفسیاتی خلک وای، دغه مشران دا د اقتدار وږي خلک وای، دا د قدرت مین خلک وای، نو زه فکر کوم چې نن د غرب یعنی عموما د هر غل لپاره، یعنی خصوصا دغه کیسې، یعنی که په دې کې لږ زه ورخښم د دوی فرمایشاتو ته منښته وکم، زه فکر کوم چې هم به ډالرې ښې پریمانه وي او هم به رسمیتو مسلې مشکلات به بیخي نه وي او ډیری نور به هم داسې زمینې مساعده وي. خو زما مشر باور و ارزش ته په دې باندې ماینده او دې ته احترام لري، او زما مشر هیڅکله د اقتدار او د قدرت او یا د داسې څه وږی نه ده چې هغه خدای مکه خدای مکه افغانانو ته بدرنګي راوړي. رغله خبره ده چې په اول کې ګوره په یو خدا چې د اقتصادي یو څه وخته پورې مسله وه، نصاب که مشکلات و د دې سره دغه د چاپیریال او مسله او د دې سره دینه مهمه خبره ده چې عرفان صاحب هیڅکله زه وایم چې اوس د اسلامي عمارت په راتګ سره دغه لړۍ لږه ټکنۍ شو، نو که چیرې دغسې طرحه باندې کار وشي چې هغه بیا د هیڅ نوه تحولاتو سره دغه لړۍ بیا ټکنۍ کیږي نه، او هیڅ چا لپاره هیڅ د یو فرصت د دې نه وي چې هغه ګوته پې پورته کړلی شي چې ولا دا کلتور سره په دازي کې دا د باور سره په دازي کې دا د ارزش سره په دازي کې لګ لګ څه ټکر لګ. هیڅ فکر نه کوم چې وخت تیری کی درې کال کېږي څه کم چې اسلامي عمارت په واک کې دی، او دغه د نجونو مسله لا هم لا نه حل پاتې د امر ساني تر اوسه پورې نه ده اخیستل سوی د اسلامي عمارت د مشرتابه له لوري. نو اسلامي عمارت دلته په افغانستان کې متاسفانه چې داسې اشوبګرانو داسې پردي پلانو کار کړی و چې ډیری مسایل ډیری مشکلات او نیمګړتیاوې خلیګاوې ورته شتون لري، ډیری مسایل داسې مخې ته ورته راغلي. یو به عرفان صاحب ټولو نه اول که یو څوک چې ځي فرض کړه دا کانکور ته چې ځي مخکې نه امدګي ورته وایي، امدګي نه بعد بیا وایي چې ښه مکمل داسې پوخ راځي پوخته راځي. په افغانستان کې د ښځې سره تش په نوم باندې د بشر چې حقوقي بشر ده او ازادي ده او څه شی ده او څه نه ده، تش په نوم باندې دغه یوه کیسه پلی شوې وه. تا به دلته لیدو په بدو کې ورکول، کم عمره ودول، بې پوښتنې ودول، د دې کونډې څه حق و، یعنی هغه اساسي مسایل نن اسلامي عمارت راخیستې دي.
نن څوک جرأت نشي کولی چې په بده کې ورکړي، نن څوک جرأت نشي کولی چې یوه کونډه لیوره ته په زور واده کړي. هر یوه خور زما غږ اوري چې هر یوه خور سره دغسې یو چاره ترسره کیږي، دیدی ورشي، دیدی عدالت دروازې ته ورشي، انشاءالله چې دغه مجاهدین او هغه مسؤولین به د دې غږ اوري او دغه مسایل دغه ورځ تر بلې، دغه مشکلات ګوري ورځ تر بلې په حل کېدو دي. دغه اساسي مسایل دي چې د ښځې احترام، شرف او ابرو، یعنی ډاکټري سمه ده، زه ضرورت ورته لرم، خو ما ډېرې شپخنۍ ولیدلې چې د مریضانو ګردې بسلې دي. دا لنډه همسایه ګردې بسلې، هغه به پاس هغه مریضانې پاس مړي، همداسې پاس جسدونه اچولي وو. یعنی زه وایم چې د دې نه ضرور هغه تربیه انټلیکچوال مدیریت ده په افغانستان کې. ولې د افغانستان فرهنګ، ولې دغه اسلام په دې نړۍ کې داسې معرفي شوی چې دا ساینس په دې کې نه ځایېږي، طب په دې کې نه ځایېږي، اقتصاد په دې کې نه ځایېږي، بل شی په دې کې نه ځایېږي، دا فقط د لمونځ الله اکبر او سجده ده، بس دغه نور هیڅ شی په دې کې نه ځایېږي. ولې اسلام داسې معرفي شوی ده؟ نن الحمدلله مدرسې تم خورګانیزی، نن الحمدلله یعنی هغه څه چې کارونه هم ته یعنی دوی ته مستقل مارکیټونه ورپنوم شول، ورته وشول چې مقصد دلته تاسو هم بایې اوسېږئ یا مشتری اوسېږئ. او بیا اسلامي مرد کله ویلي دي چې دا محرومیت یا بدی ده، او د دې باوجود هیڅ نه و مبصر دلته. هغه که هر د نظام پلوی خو ټول باید نظام پلوی اوسېږو. نظام یعنی دا زما نظام ده، دا چې عزتمند وي دا ښه وي، زه عزتمند یم، زه ښه یم. دا چې اوس یعنی دا ښه امتیاز ولري په نړۍ کې، زه د افغاني پاسپورټ سره ښه امتیاز په نورو ځایونو کې لرلی شمه. خو یعنی هر مبصر دغه بار بار د دې غوښتنه کړې ده، د دې خلاصون، د دې تعطیل، د لنډون دا غوښتنه یې کړې ده. او زما پورې د اولې ورځې نه تر اوسه پورې ما هیڅکله اسلامي عمارت، حتی بعضې خلک هغه د یعنی دیموکوشیزم له لحاظ نه نیمایي نفوس، نیمایي نفوس یادوي، مونږ بیا هم یعنی حتی همغه نیمایي نفوس ورته وایو چې دا نیمایي نفوس د تا نیمایي نفوس قطع کړی ده، د دوی حقونه ورکه، دا غوښتنه هم کړې ده. خو راځئ هغه مشکلات، اقتصاد، سیاست، امنیت، خپل یعنی پر هغه امکانات دا هم په نظر کې ونیسو. دلته په افغانستان کې هغه فکرونه چې روزل شوي دي، یعنی ته باور کوې، زه د خوست یم، په خوست کې یو وخت کې قسم ډیره غټه خبره و، دا به چا نه خوړو، درته ویلی به وي چې ما به د اندو په ګاز ګاز وهلی وي که ما دا کار یا وکړو یا ونه کړلو. یعنی دا دومره ورته ننګ شای ګرځولی و. خو چې کله خوستای، خوستوال، دوکاندار شو، نن هغه ده هیڅ کومندانه نه یو، نه مو څوک وژلی دي، نه مو څه شی کړی دي، خو الحمدلله خوست مو ګل ګلزار کړی ده. جمهوریت کې وړه دوبۍ نوم په ایښی و، یو غل بیره ته راولېږلو، بل بیره ولېږلو، بل بیره ولېږلو، هغې به ځان ترې راموړ کړو راتوبه، خو بیا مونږ په خپلو خولو باندې جوړ کړی. نو زه وایم چې دلته یعنی داسې کیسې، داسې مسایل مطرح شوي دي. راځئ چې هغه لارو ته لږ فرصت ورته ورکړو، تر څو هغه لاره ښه ورته پاکه کی، چې د آینده لپاره مکمله منه په ډډمنه توګه او د تل لپاره همدغه لړۍ بیا هیڅکله ټکنی نشي. مننه کوم امیزو صاحب. مایر صاحب، به شما برمیگردیم. فرصت اندک است، میخوایم جمع بندی کنم. آیا معافیت سفر مقامای امارت اسلامی روی وضعیت حکومتداری در افغانستان تاثیر خواهد گذاشت یا خیر؟ متاسفانه به نظر من نه، به خاطر که اول به رسمیت شناختن است، بعد اینا که چوکی خود در سازمان ملل متحد گرفتن و شاید بعضی وقت با کس حکومت هایی که در سیکیوریتی کانسل یا شورای امنیت است با اونام ابراز نظر میکنن و از لیست سیاه اگر بعضی اعضای امارت باشه اونا را باید بکشن، مگر اول رسمیت شناختن است. مشکل ده ایست که ایره امارات اسلامی بعد نبینه گپ مرم، همیشه در این فکر بودیم که دوزار اینا فرار دادن، جزیره های قدرت نابود کردن، اینا به کفایت ها را باعث ازی شدن که برن دیگه در کشور ها امو کاری که برشان قبلا بود امو کار خود بگیرن، پولا رو گرفتن فرار کردن از این نگاه. مگر مشکل مده اینجاست که یک فرصت پیدا شده به ملت افغانستان که اینمی آرامی بعد از 45 سال ایر امارت از دست نتا، مشکلات
که پیشتر میمون شما گفت صحیح درست است، مگر باور که شما که ما در اینجا با انگلیس ها با خارجی ها که صحبت میکنم، ما کارهای مثبت امارت اسلامی را میگم و اقتصاد افغانستان را میگم که حکومت جمهوریت با 20 سال یا 22 سال افغانستان برش یک اقتصاد متکی جور کرده بود، نه یک اقتصاد که خودکفا باشه یا زیربنای اقتصادی را جور کنه. در همه چیز اونا را شکست میتونم، در یک چیز شکست داده نمیتونم و به منطقی را شروع میکنم که با ایشان میگم موضوع دخترها به مکتب رفتن و کار زنا اونجا از دیگه که باز من خودم احساس میکنم که در این ارتباط هیچ منطقی ندارم. ای گفتم میرم چی کنی دیگه از طرف، یعنی در اونجا است که آدم شکست میخوره. یکی موضوع حکومت سرپرست است. بابا اگر امی کشورها حکومت سرپرست بر رسمیت بشناسن، بعد خب باید یک حکومت میاری دیگه بیایه بعد از سرپرستی که اونا را باید بر رسمیت بشناسن. به نظر من اینمی موقعش است که امارت اسلامی، نه این امارت اسلامی شاید حکومت بخواهیم برادره که گفت، نه به خاطر مردم، به خاطر ملت افغانستان، ملت کاری کنند که یک حکومت با پایه های قوی و در دنیا قابل احترام صورت. دنیا مطلب میست که نه او کسایی که اونجا منافع دارن، یک حکومت میاری باشه که افغانستان بتانه به پیش بره تشه. بنا نکم مهر صاحب. اصلا صاحب تر دو دخو کم فرصت لرو، غواړم له تاسو پوښتم، آیا نړۍ به اسلامي امارت چارواکو ته اوږدمهاله د سفر معافیت ورکړي او که نه، او که ورکوي په کوم شرایطو سره؟ که لنډ ځواب راکړئ. امارت اسلامي رهبری، امارت اسلامي رهبری که چرا اجازه سفرهایی که بر کشورهای دور غرب نمیدن، علت و انگیزه از یا یک است. امریکا و کشورهای غربی با امارات اسلامی مشکل نداره، با اسلام مشکل داره. وقتی یا شعار خود دولت اسلامی قرآن و شریعت کردن در قرن 21، این دو یک شعاره که در یک کشور اسلامی افغانستان ملا صاحبای با یک شعار در میدان آمدن، بس در غرب خصوصا امریکا، اروپا و کشورهای بیشتر امسای قابل و قبول است، حتی در کشورهای عربی. در تاریخ افغانستان اولین بار است مولایی ها، ملاها راسن در رأس قدرت قرار میگیرند. بنابراین بعد از این مشکل اسلام است، مشکل مولایی صاحب ها، طالب ها نیست. بنابراین هیچ کس توانمندی به رسمیت شناختن از یار نداره. تنها کشورهایی که مثال برتون میتونم، قزاقستان چرا امارات اسلامی را رهبری شد از جدول گروپ های تروریستی بیرون انداخت؟ ببینید در منطقه یک وضعیت حالت دیگری است. روزها سر اوکراین ها عمله کردن، یک جنگ به امان شروع است. اگر روزها با اوکراین ها موفق شد و بالای اوکراین ها خاک اوکراین را بگیرن، روس ها دور میخورن طرف قزاقستان، یک جنگ بی امان در قزاقستان شروع میشود. قزاقستانی ها ببینید در روس ها اوکراین ها نفر جنگ حال پیدا نمیشه. ایران فرانسه، آمریکا، اروپا یا را ببینید نفر جنگی نیست، یکانه نفرهای جنگی در آسیای میانه خصوصا در قزاقستان. چشم از یاد برای نفرهای جنگی افغانستان است. آینده اگر شود، اگر روس ها قزاق ها از افغانستان کمک بخواد در برابر روس ها در جنگ طالب ها را استخدام کنید. دیره منه نکم. منه نکم حسن صاحب، منه نکم مایر صاحب، هم دارنگ خغلی میزوی صاحب چه مکتم فرصت را کرده و پنانی سار کم را سر برخ وقت سلام دی سر از مکده نین روز خبرونه هم دلتا پای ترسیگی تر بیم پلوی بخون که خدای سپرم دلاب همان.